با سلامی دیگر به همه هممیهنان، دلبندان و فارسی زبانان عزیزی که در هر کجای دنیا با ما همسفرند. در 49 نگاه روانکاو علاقمندم یک پاسخی بدم به پرسشی که در مورد کتاب‌های منتشر شده من هست، که البته روی ویکی‌پدیای فارسی و انگلیسی تقریبا همشون هستن جز بکنم دوتای اخیر، و در تارنمای مکارمی نقطه نت که فقط به زبان فارسی است و در ایران قابل استفاده است، در اونجا هم همگی هستند. ولی از موقعیت استفاده میکنم و اینکه آخرین کتاب در 10 روز گذشته در ایران چاپ شد، یک کمی راجع به این کتاب صحبت کنیم با هم. شاید در برنامه آینده هم بتونیم راجع به بقیه کتاب ها صحبت بکنیم. از کتاب صحبت کردن یا از تابلو و یا از نمایشگاه نقاشی و خط صحبت کردن برای من خیلی دلپذیره. علت عمده این هست که من در این میتونیم بگیم اثر، دستاورد، در اینها به معنی واقعی کلمه جان میگذارم. به قولی قرار من فصل انگور، شراب که شدم بیا، تو جام بیاور و من جان. اینها گذشته از آن که نتیجه تجربه و زندگی و حاصل آنچه که در توانم بوده درک هست، به نوعی به گونه‌ای فرزندان من محسوب میشن. به یک معنی یک شعر که نوشته میشه، گفته میشه، نوشته میشه و میره برای خودش مسیر خودش رو طی بکنه، جزئی از مجموعه واژه های من هستند که یک شکل شعری به خودشون میگیرند و میان بیرون که برند. پس طبیعتاً من به این جزئی از مجموعه واژه های خود که به هم چسبیده شدند و حرکت میکنند طبیعتاً علاقمندم. درست تابلو هم همینطور هست. از همون اول تا کنون هر تابلویی رو که رفته به این طرف و اون طرف، من خواهش کردم که یک عکسی در اون جایی که نصب شده بگیرید که من ببینم کجا هست، و تقریبا این خواهش من رو تمام دوستانی که تابلوها رو خریدن یا هدیه گرفتن تا الان این خواهش رو اجرا کردن. و من هر وقت دلم هوای یک تابلو بکنه، گذشته از این که تصویرش رو میبینم، میتونم تصویری از اتاق یا محل کاری که نصب شده هم ببینم. کتاب هم به همین شکله. کتاب فشرده است، فشرده مقداری از زندگی هر کدام از ما هست، اونجایی که مطالب رو روی کاغذ آوردیم و به چاپ رسوندیم. و طبیعتاً صحبتی که دوستان دیگر در مورد این کتاب ها کردن ما رو به شکلی مثل اونه که فرزند رو دوباره دیدیم، و حرکتی که این کتاب در جامعه میکنه، به جاهایی که میره. مثلا تصویر یک کتاب رو که در یک کتاب فروشی شاید شهر کوچکیست در ایران، خیلی من رو به ذوق میاره. این تصویر روی ویترین تصویر این کتاب هست، درست یک رابطه ای رو برقرار میکنه، مثل اینکه در این شهر کوچک که این کتاب رفته روی ویترین کتاب فروشی، من با مردم این شهر میتونم حرف بزنم، اونها هم حرف من گوش میکنند و ما با هم یک ارتباطی داریم. خاطرم هست که روزی که
کتاب حافظ به زبان فرانسه چاپ شد به نام حافظ پخ حافظ، یعنی شناخت حافظ با خود حافظ، خودش بذاریم حرف بزنه و مانند یک روانکاو گوش کنیم به غزلیاتش، درست مثل جلسه های روانکاوی. 500 تا غزل، 500 دفعه حافظ بر روی تختی خوابیده و روانکاو بهش گوش داده. اگر به این شکل گوش بدیم، این کتاب حافظ با حافظ فرانسه کمی ساده شده یه اون کتاب نگرشی دیگر بر راز حافظ که در لندن چاپ شد و دیگری که یه کمی کمتر از این تعداد مقالاتش، کمتر از نگرشی دیگر بر راز حافظ در ایران چاپ شد. به هر حال این سگانه یگانه، ستایی که یکی هستند، در واقع روزی که چاپ شد در پاریس، اون حافظ پخ حافظ، حافظ از طریق حافظ، چند روز بعد دیدم که یکی از نزدیکانم این کتاب رو در کتاب فروشی موزه لوور دیده و گرفته، جلوش عکس گرفتن با اون فروشنده و دیدم که این عکس وقتی ارسال شد زیرش هم نوشته بود که من از فروشنده پرسیدم که این کتاب چرا اینجاست و اون پاسخ داد، یک تکه دایره قرمز رنگ هم روش بود به عنوان اینکه ما این کتاب رو توصیه میکنیم. خب متوجه هستین که تا چه حد میتونه لذت بخش باشه وقتی که متوجه میشیم که کسانی که کتاب فروشی موزه لوور رو اداره می کنند این کتاب رو پسندیدند و به عنوان کتابی که کتاب فروشی موزه لوور توصیه می کنه مطرحش می کنند. برحال اینها رو مطرح کردم برای اینکه نشون بدم که تا چه حد سخن از یک تابلو، یک نمایشگاه و یک کتاب و حتی یک مقاله برای فردی که میتونه اینها رو محصول خودش، دستاورد خودش بدونه لذت بخشه. حالا چه سخن درباره کیفیت، یه بحث دیگری است که سخن درباره کیفیت دستاوردها خودش یه بحث عمیق دیگری است که طبیعتاً شادی آورتر هم هست که بتونیم بفهمیم که آیا این اثر، این کتاب، این تابلو، این نوشته کوچک تونسته یک تأثیری بر روی خوانندگان یا بینندگانش بگذاره یا نه و این تأثیر چه بوده، تا چه حد موفق بوده و تا چه حد میتونه موفق باشه. به هر حال این آخرین کتاب به نام همدلی های یک روانکاو، سابقه تاریخیش این هست که روزنامه همدلی در تهران از طریق یکی از دوستان پیامی فرستاد که ما حاضریم مقالات شما رو که زیر 1000 کلمه باشه در صفحه آخر در نظرات چاپ کنیم. من هم بر روال منشی که اختیار کردم هر جا که پیشنهادی باشه تا اونجایی که بتونم پاسخگو هستم، حضور پیدا میکنم، برای اینکه یک روانکاو مرید گفتگو میشه، برای اینکه از گفتگوست، از گفتن و شنیدنه که جان انسان پرورده میشه. به قولی سخن گفتن جان کندن است و سخن شنیدن جان پروردن و این جان کندن که سخن رو، پیام رو میاریم رو کاغذ یا میاریم روی تابلو به شکل نقاشی یا نقاشی خط، این جان کندنه و شنیدن اون چیزی که ما از مجموعه هستی میتونیم بشنویم، مشاهده بکنیم، اون جان پروردنه. به هر روی بعد از این پیشنهادی که من اون رو به فال نیک گرفتم و گفتم که خب بریم و تقریبا هفته یک مطلب ارسال کردم، اونجا هم هفته یک مطلب رو چاپ کردن و شد 43
مطلبی که در همدلی نوشته شد. به 44 که رسید هم سردبیر عوض شد و هم اون دوستی که صفحه آخر رو اداره میکرد و میتونست این پیشنهاد رو به من بکنه و ادامه بده، اون هم از اون روزنامه رفت و طبیعتا دیگه پیشنهادی به من نشد و ادامه داده نشد. ولی این 43 مقاله کوچک زیر 1000 کلمه و موضوعهای مختلفی رو که پوشش داد تقریبا 1.5 سال طول کشید، برای من خیلی ارزشمند شد، برای اینکه تونستم مطالبی رو که یک روانکاو میشنوه، میبینه یا حس میکنه و مطرح میکنه برای جمع بزرگتری یاد بگیرم، آموزش ببینم چگونه میتوان در 1000 کلمه یک مفهومی رو که خب زیاد ساده نخواهد بود تو حتی توضیحش در 1 ساعت و 2 ساعت منتقل کرد تا اونجایی که میشه به خوانندگان این یک نشریه. یه تجربه بسیار مفید و غنی بود برای من و بعد از مدتی این فکر رو کردم که این کوتاه نوشته های یک روانکاو در همدلی، شاید بشه گفت که همدلی های یک روانکاو، از واژه دل اینجا دو استفاده رو ببریم، یکی نام این مکانی که مقالات ارسال شد همدلی است و کار همدلی هم بوده. روانکاو با کمال صراحت و شفافیت آنچه که در ذهنش راجع به یک موضوع میگذره مطرح میکنه در این 43 مقاله. این چاپ شد، یک بار رفت به ارشاد، 5 اصلاحیه اسمش هست، اصلاحیه خورد و این اصلاحیه رو ما هرچی گفته بودن اصلاح کردیم و اصلاحیهش یکی در مورد این بد نیست بدانید که یکی اصلاحیه عمدهش در مورد این بود که در طی یکی از مقاله ها من راجع به تاریخ ایران که صحبت میکنم، حمله اسکندر به ایران، حمله اعراب به ایران، گفته بودن خب حمله اعراب رو بردارید. خب یک کمی خب مشکل بود، البته من کلن این بحث حمله ها رو عوض کردم، برای که خب اجنه که حمله نکردن، که حمله اعراب کردن، ما که راجع به هدفشون صحبت نکردیم، راجع به واقعیت، واقعیت این بود کسانی که به ایران حمله کردن عرب بودن، حالا بقیه هم حمله کردن، مقدونی ها هم حمله کردن، بار اول نبود، عثمانی ها هم، جنگ 100 ساله ما با عثمانی ها خب اونم بوده، ولی اگر این حمله برای نیت خیری بوده خب اسمش هم باز حمله میشه. در واقع به نظر یکمی بی ربط می آمد این انتقاد. خب ما هم همه اون پاراگراف جمله که مربوط بهش بود رو حذف کردیم برای راحتی کار. این یه انکدوتی بود برای اینکه یکمی مسئله رو مطرح کنیم، مسئله این کتاب همدلی که نسبت به اون در واقع 4 دیگری که تا حالا چاپ شده بود در ایران، این 5 بود، اون 4 دیگر من احساسم اینه که این کتاب خیلی بهتر توضیح شده و در همه جا رفته. بعد هم در تارنماها مثل تارنمای نشر آگاه دیدم، حداقل 4-5 تارنما دیدم که اگه علاقمند باشید همین که بزنید همدلی های یک روانکاو یا بزنید حسن مکارمی در دوگیومه در گوگل، مثلا فقط چون خیلی تعداد زیادی مرجع میاد، فقط هفته اخیر رو توش جدا بکنید یا ماه اخیر رو جدا بکنید، حدوداً 4-5 تارنما هستن که میتونید از اونها در داخل ایران بخرید. من هنوزم منتظرم روزی که بتونین
ناشرهای ایرانی با آمازون تماس بگیرن و کتابهاشون رو بتونن به گونه‌ای در آمازون هم بفروشن که برای خارج از کشور هم راحت باشه. در ضمن خوشبختانه تارنماهایی هستن که شروع کردن به فروش الکترونیک کتاب و قولی به من داده شده که تا آخر ماه مهر 5 تا از کتاب‌های من به شکل الکترونیکی هم در تارنمای کتاب لت، مثل کتاب لت، این هم در میاد که به اطلاعات رو خواهم رسون. اونجا یه مقدار تهیهش راحت تر هست، به شکل الکترونیکی میشه خرید و استفاده کرد، دیگه میمونه و از یه طرف هم دیگه درد سر دنبال گشتن و سفارش دادن رو نداره. امیدوارم که بشه این کتابلت رو باز از خارج خرید. تا اونجا که من اطلاع دارم خود من نتونستم از خارج بخرم، ظاهرن چون برای رفتن روی تارنما شماره تلفن ایران رو میخواد. به هر امیدوارم که ظاهرن ناشر محترم به من گفت که همین همدلی های یک روانکاو هم امکانش هست که به زودی به کتاب الکترونیک هم تبدیل بشه که قابل استفاده باشه در همه جا. به هر روی در این کتاب که این تلاشی بوده برای گشودن باب صحبت بین به شکلی بین من و هموطنان عزیز، به شکلی که بتونیم یک مقام سوم رو اختراع کنیم. مقام سوم به این معنی است که بدبختانه شوربختانه در 40 سال اخیر ما به 2 دسته بزرگ تقسیم شدیم، یک جمهوری اسلامی و یک اپوزیسیون، اپوزیسیون یعنی مخالف، پوزیسیون کسی که در فرانسه در جایگاه قدرت، پوزیسیون داره جایگاه قدرت، اپوزیسیون مخالفه کسانی که در قدرت. و این دو قطبی شدن شدید عملا تولید یک قهر عمیق کرده و این قهر عمیق باعث شده که هر دو طرف تلاش کنن واقعیت رو با حقیقت خودشون ببینند و بخوانند و بشنوند. بحث اینه که آیا چگونه این امکان وجود داره که این جایگاه سومی در جامعه پیدا بشه که خودش رو ورای قدرت و ضد قدرت قرار بده و بتونه به جامعه مدنی، مردم، یک نظر دیگری رو مطرح کنه که نه این باشد و نه آن، نه سیاه باشد نه سفید. یعنی در 40 سال اخیر ما به 2 دسته تقسیم شدیم، به 2 دسته 0 و 100. 0 این که هر کدام از این پوزیسیون اپوزیسیون 0 مشکل دارن و 100% مشکل مال دیگری است. به هر دو طرف بریم یک سپید و سیاهی هست که سپید منم چون 0% مشکل دارم و سیاه اونیست که 100%. جاره که عوض کنیم دوباره همین مسئله مطرح میشه و این هر گونه گفتگو و گفتمان و حتی امکان گفتگو رو بریده. من به خاطرم میاد که چندین بار وقتی دعوت بودم در رادیو تلویزیون های پربیننده خارج از کشور و این پرسش رو قبل از شروع برنامه می کردم از مجری که چرا باید منو تنها بیارید اینجا. من مطلبی که میگم معلوم نیست همش درست باشه، یه نفرم اون طرف باید بشینه اونم حرفشو بزنه، شاید حرف من رو انتقاد قوی و درست داشته باشه. از کجا معلومه که آنچه که من میگویم درسته؟ تنها در برخورد این اندیشه هاست که مردم امکانی پیدا میکنن که به سنجش برسند و بتونن قضاوت بکنن و بتونیم جامعه مدنی داشته باشیم. جامعه مدنی حضورش قبل از دموکراسی لازمه، نه بعدش.
هیچ جامعه‌ای نمیتونه بیاد از نظر قانونی دموکراسی رو اعمال کنه بر روی مردمی که جامعه مدنی ندارند. امکانش نیست. حتی با اجازتون خواهم گفت که هر بار که ما به سمت دموکراسی از بالا رفتیم شکست خوردیم، و این دموکراسی از بالا به دلیل اینکه پایه‌هاش در جامعه مدنی نیست بسیار شکننده است و ضعیفه، با کوچکترین باد تندی میفته. این بحث اساسی است. حالا برگردم به کتاب همدلی های یک روانکاو. در اینجا من جلد رو، پشت جلد رو که خواهید دید، این پشت جلد همدلی های روانکاو رو یک عکسی پیشنهاد کردم که خودش قصه ای داره. تلاش میکنم خیلی مختصر این قصه رو بگم که وقتی 2012 هفت سال پیش دعوت شدم به هاوانا در کوبا که یک نمایشگاه نقاشی خط بگذارم و 4 سخنرانی بکنم، و در هفته بود که خوشبختانه جناب اسقر فرهادی، فکر کنم 1 بعد از اولین اسکارش بود، ایشون هم دعوت بودن که در مدرسه سینما صحبت بکنند. یک تقریبا 4-5 روزی رو در خدمت ایشون بودیم و بسیار استفاده کردم از دانش و تبحر و شناختی که از سینمای ایران و پشتش مردم ایران دارن. بسیار تحسین من رو برانگیختند این ایشون. ولی به هر حال در اونجا قرار بود که نمایشگاه رو ما نصب کنیم. قبل از من یه عکاس جوان کوبایی نمایشگاه داشت در همونجا که داشت عکساشو جمع میکرد. من یک دفعه در مقابل یک عکس که به نظرم بسیار گویا آمد ایستادم و با تعجب فراوان خواستم ببینم امکان دسترسی هست به این عکس، و بود. اون عکاس جوان فکر می‌کنم چیزی مثل $200 بیشتر از من نخواست و این رو من خریدم. این عکس که می‌بینید روی جلد همدلی‌های یک روانکاو هست در یه اتاق بسیار خالی، یعنی هیچ در این اتاق نیست جز صندلی‌های خشک و میز و یا شاید یه دونه مثلا تنگ آب خالی، در همین حد خالی است. و یک مرد مسنی که بسیار هم لاغر و تکیده است لخت نشسته و داره نگاه میکنه به سمت نور، و این طرف یک تصویر نقاشی شده تقریبا بزرگ، شاید یه چیزی مثل 70-80 سانتی متر در 1 متر، یک چگوارایی است که با لبخند داره آینده رو نگاه میکنه. و نگاه این دوتا که من رو برد به این که چقدر آرزو با واقعیت میتونه متناقض باشه. طبیعتاً چگوارا وقتی که این مطرح رو میکنه، یک جمله رو که واقع بین باشیم ناممکن را بطلبیم تا نهایت توان انسان، ما رو میبره که وقتی انسان هستیم که نهایت توانمون رو بخوایم آرزو کنیم. ولی خب این آرزویی که در این چشم‌ها می‌درخشه در این عکس و طبیعتاً در گفتمان، گفتار و حرکات و آنچه بر جان خودش رو در انفوان جوانی گذاشت، بر روی این ماجرای آرزو، خواهش، خواستن و نتیجه بعد از 60 سالش، این خانه سالمندانی که هیچ در آن نیست. و این در واقع به یه شکلی روی این انتخاب کردم برای طرح این جلد، برای اینکه مشخص کنم، نشون بدم که
هر دو طرف پوزیسیون و اپوزیسیون اینها بیشتر به مطلوب های خود می اندیشن و از نظر مطلوب با هم اختلاف دارن، ولی این مطلوب ها تا چه حد مطلوب ممکن است رو ما راجع بهش بحث نکردیم، امکان گفتگو نداریم. و اگر بشود روزی امکان گفتگو رو به یک تمام کسانی که یا قدرت رو دارن یا میطلبن، هر دو گروه بتونه یک نیروی سومی که من امیدوارم جزو اون نیروی سوم باشم، تلاشی که میکنم اینه، نیروی سومی هر دو رو به سمت یک مطلوب ممکن ببره، شاید بشه گفتگو کرد. گفتگو بر صورت در صورت و جایگاه مطلوب غیر ممکنه. همون که من مطلوبم بذارم رو میز، کسانی رو میتونه دور من جمع کنه که به سمت اون مطلوب برن و کسان دیگر دور مطلوب دیگری جمع میشن. با مطلوب ها و مطلوب خواهی، آرمان خواهی، ایدئالیزم نمیشه جامعه انسانی رو به جلو برد. جامعه انسانی رو با مطلوب ممکن، اون مطلوبی که پیاده کردنش ممکن باشه، با اون میشه به جلو برد. و توجه میکنیم که کسانی موفق بودند در طول تاریخ که مطلوب ممکن رو گرفتن. حالا اول ممکنش خیلی پایینه، سطحش پایینه، ممکن به تدریج میتونه بره به سطح بالاتر، ولی با ممکن میشه حرکت کرد، با مطلوب ممکن. برای این کتاب همدلی های روانکاو منتظره که خوانده بشه و به شکلی نتیجه اولین کار من برای توضیح آنچه که می اندیشم به عنوان یک روانکاو، اون رو اولین توضیح زیر 1000 کلمه برای همه عزیزان. امیدوارم که خوانده بشه و شاید هم این کتاب هنوز به دست من نرسیده، وقتی رسید شاید بتونیم هر مقاله 1000 کلمه‌ش رو بعد با هم بحث و سخن در موردش. شاد و سربلند باشید.